گفتار و کردار نیک. فریدون فرخ فرهمند شد، خرد پیشگان نیز از راه او برفتن، تا دیو در بند از این سه به جراح جنات مرد، رهی کز عدن تا خداوند شد. از عدن تا خداوند این ره نیست، ره چیست جز راستی، پاکی، نیکی، انسان گرایی، درود بر مهربانان، درود بر مهربان یاران گرامی در سراسر جهان. امیدوارم حالتون خوب باشه. مهربانی راه در جهان دو تاست، بعضی یه سوم نمی‌بسن بسدا، ولی راه دو تاست: نیکی، پاکی، اهورایی، اهریمنی، پلیدی، پلشتی، تاریکی. دشمن نگذاشته، یادتونم نره، من اینو تأکید میکنم دیگر بار، برای همیشه در تاریخ ایران ثبت بشه، بدونید دشمن اصلی تو خونه است. دشمن اصلی همزبون توئه، همراه توئه، هم خون توئه، هم تبار توئه، تو رخت خواب توئه. دشمن اصلی مدت هاست که دیگه بیگانه حضور خودشو محو کرده و دشمن را کاشته توی خونه. و همینطور بدانید که ما راحت ترم گول خورده و میخوریم. قبلا استعمار اگه به کشوری حمله میکرد و اینها میبایستی نیرو میذاشت، سپاه میذاشت، فلان میکرد، چه میکرد چون میترسید. الان اینقدر نوکر زیاده در تاریخ بشر، خصوصا جهان سوم ایران ما، اینقدر نوکر زیاده، اینقدر راحت میفروشن خودشون دیگه. اون تازش نخستین تازیان 1400 سال پیش که بهتون نمیگن حقیقت چه، نمیگن سادات تازی، اینا وقتی به ایران حمله کردن در تازش نخستین تا میتونستن از ما مرد کشتن. ما اینها رو از قول خود علمای دین اسلام براتون نقل کردیم، به سایت ما و صفحه ما در یوتیوب که برید مهتیوی اینا همه هست، میتونید ببینید بشنوید. تا تونستن مردای ما رو کشتن و تا تونستن دخترها و زنای ما رو به بردگی بردن، با اینها بچه سازی کردن و نسل خودشون رو زیاد کردن، شدن همه تازی. اینی که سادات تازی است. خوشبختانه بسیارانی بوده و هستن که بایی که سیدن و سادات تازی هستن، اینها به صف ایرانیت و ایرانی ها پیوستند. یه گروه از اینا که اصلا ایرانی بودن سادات رو خریدن که خمس ندن و امکاناتی داشته باشن. یه عده‌ای هم که واقعا اگر عرب بودن، اینها اومدن دیدن این مملکت چقدر آزاده، چقدر آباده، چقدر خرمه، چقدر اندیشه‌های خوب داره، ایرانی آریایی شدن. اصلا اون صدر اسلام فرماندهانی داره عرب که میان به ایران که وارد میشن عربیت رو ول میکنن، زرتشتی میشن و پارسی. در این مورد صحبت کردم، امروز نمیخوام صحبت کنم. اما از اینها که بگذریم، دشمن که تو خونه نفوذ کرده، هدف اساسی اولیش اینه که تو تاریخت نابود کنه، تمدنت نابود کنه، بگه هیچی هم نداری. بعدم اینا نکه حزبن میاد خیلی رندانه و زیرکانه مسائل رو مطرح میکنه که تو اصلا نمیفهمی، حالیت نمیشه. همه تیپ آدم هایم هستن، ما باید زرنگ باشیم. دشمنی ما معاصرش رو من چند بار گفتم، اصلا اینجا شروع میشه که انگلیس تصمیم میگیره عربستان سعودی رو به جای ایران قدرت بده. عربستان میگه شاه کله چیز سخته، نمیشه بهش کنار اومد، ما باید عربستان رو ببریم بالا. این پروژه استعمار هست که بعد میشه گلوبالیسم و استعمار جا، اینا با همه متحدن، هر جا برن هر کجا بشه اونا با هم متحدن. بعد اینا میان ایران میسازن. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران. طرفم که وقتی بهش میگن تو دنیا میخوای مقتدر بشی، اه خداش هر چه پول داره میده. عربستان سعودی که پول تا بخوای داره، ماشاءالله واسه شطرها و دل و گرده.
و هر کی بگه از دنیا پول میده، میلیاردها میلیارد پول درآمد نفتشه، میلیاردها میلیارد هم در سال میگیره از دنیا که میرن اونجا حج انجام میدن. وضع مالیش بهترین کشور دنیا از نظر مالی میده. اکثر بانکایی که در اروپا هست، اکثر بانکا پول اصلیش مال عربستان سعودیه، پول اصلیش. یه بانکای دیگه همه چه هستن؟ در خود امریکا درصد بالایی از اقتصاد امریکا با پول عربستان سعودی است. اینا باید در نظر داشته باشید. بعد همیشه هم خودش مستقیم عمل نمیکنه، وارد عمل نمیشه، از طریق نماینده هاش. مثلا وقتی جنگ ایران عراق راه میفته، اصلی ترین منبع تغذیه مالی و تسلیحاتی صدام حسین کشورهای خلیج پارس هستن و از جمله عربستان سعودی که پول بهش میدن، اسلحه براش میخرن، چه میکنن اینا. وقتی که صدام رو شما بچه های قدرتمند ایران آریایی شکست دادید، نابود کردید، بعد هم طرف اینجا اعدامش کردید، اینجا خودشون رسما وارد عمل شدن، وارد عمل شدن. اما یادتون نره اون ریشه ضدیت با شاه که شروع شد، ریشه ضدیت با شاه که شروع شد، با تمدن ایرانی آریایی که شروع شد، ریشه چپ بود. چپ هم اون موقع شدیداً به کشور عربی وابسته بود. یعنی اون موقع اتحاد جماهیر شوروی که بود، به جز عربستان سعودی بقیه کشورهای دیگه اکثرشون، و مثلا اردن اینا بذاری کنار، مراکش اینا رو بذاری کنار، اکثرا اینا مارکسیست لنینیست سوسیالیست بودن. صدام حسین در عراق، حافظ اسد در سوریه، قذافی، آلبانی انورخوجه، آلبانی انورخوجه رادیو داشت ایرانی ضد ما. بعد تمام اپوزیسیون شاه بلا استثنا اگر تو آمریکا و اروپا مستقر بودن، اینها حقوق بگیران همین باند تازیان بودن و همین خطی که انگلیس اونجا مطرح کرد و گلوبالیسم جدیدم که رشد پیدا کرد، اومد از این استفاده کرد با کتاب پل اردمن که نوشت. حالا بعد عرب چون با اسلام پیوند داره، تا الان تو خونه های ما، ما همه عرب زده، اسلام زده هستیم، بیماری روانی داریم ما روی عربیت و اسلامیات. پا میشی یا علی میگی، هر کاری میکنی انشالله ماشالله میگی و خب از اینم بهره بردن. بعد صدام حسین چون اماکن متبلگ شیعه توش بود و اوضای علمی و آخوندا در آخوند سرخ آفریدن، آخوند مارکسیست آفریدن و گروه های خلقی آفریدن نقش مهمی داشت. گروه خلقی، هر گروهی که با خلق شروع میشد، سرنخش از صدام حسین و اتحاد جماهیر شوروی بود. حالا چه میخواد چریک باشه، چه میخواد ارتش باشه و الاخر. شعار اینا چی بود؟ شعار صدام حسین با بس، با صدام حسین با سوریه، اینا در حزب و اندیشه و ایدولوژی متحد بودن. میشل افلق اومده بود یه حزبی آورده بود، اسمش بود حزب البعث العربی، یعنی رستاخیز عرب، رستاخیز عرب. شعارشون هم چی بود؟ امتون عربیتون واحده، یعنی ملت یک پارچه و یک دست متحد عرب، ذات رسالتون خالده. این تنها رسالت و هدف ماست. با این شعار که نامدن، تو هم که مسلمونی، قرآن هم که عربیه، همه نیروهای مارکسیست سوسیالیست اسلامی و حتی اونایی که مارکسیست بودن مثل فدایی خلقی نشدن، حزبار شکر بساختن. امروز میخوام دلیل قاطع به شما بدم که در ایران الان همون حزب بعث داره حکومت میکنه. برای همینه که توی این 43 سال شما ببینین تا یه شعار ایرانی، آریایی، کوروشی، هخامنشی قبل از اسلام تا در میاد، همه این رهبر محور همچین میتازن میتازن که چی؟ تا یه آدمایی هستن چهار کلمه از ایران و ایرانیت سخن میگن، سابقه ایرانی داره، مثل داریوش فروهر، خانمش پری اسکندری، کوروش آریاوش در پاریس، مثل مجید شریف بچه مسلمونه ولی یهو برمیگرده، قفار حسینی، تمامی ترورایی که کردن، تا
تو اسمی از ایران اینم ایران ایران کن، فوری میرن میکشنش، سرشو میبرن نابودش میکنن. تو تا میگی کوروش، دنیا کوروشو میشناسه. تو تا میگی کوروش، آقا از قوه قضایی، قوه مقننه، حوزای علمیه، همه جا میزنن هخامنشیان و کوروش و ایران آریایی رو میزنن. خب این چیه؟ این بخاطر اینکه حزب بعث بر ایران حاکمه. امروز سند قاطع به شما میدم در این باره، سند قاطع. ببینید یک گروهی بود که این گروه سینمای رکس آبادان رو آتش زد. خیلی مهمه این نکته، گوش کنید. سینمای رکس آبادان رو آتش زد. با آتش زدن سینما رکس آبادان میخواست ملت رو علیه شاه بکنه، بگه این خود ساواکی‌ها انجام دادن و و و و و و موفقم شد. یعنی یه کاری بکنه به گردنی که دیگه بندازه. در رابطه با سینما رکس آبادان، آقای شیخ علی تهرانی که نماینده خمینی در استان خراسان بود، حاکم شهر بود، عضو مجلس خبرگان بود و اولین روحانی و آخوند و شیخی بود که علیه خلخالی و خود خمینی برخواست. من شاهد بودم که از خونش گوشی تلفن بر می داشت، منم شماره بعض اختبارش می گرفتم، به خلخالی و مرتی که این چرا داره اعدام می کنی، چرا داره می کشی اینا رو، باید اینا رو محاکمه کنی. بعد می دید و گوش نمی کنی به خود خمینی. خمینی گوشی رو همیشه احمد بر می داشت، با احمد صحبت میکرد، میگفت که بابات بگو چه کار است اینجا اومده، مگه چه شده، چرا این کارا میکنه، نباید بکنه. و بعد اولین کسی هم بود که استفاده داد، همین کاری که داشت پستوی مهم رو گذاشت کنار. همون موقع که ایشون در پست بود به عنوان حاکم شهر و یکی از قضیه مورد اعتماد نبود، پرونده سینما رکس آبادان رو به ایشون دادن، گفتن شما برو تو سینما رکس آبادان تحقیق کن. ایشون وقتی رفت آبادان در این رابطه، چون من همیشه به من مهر داشت، خیلی به من مهر داشت، من بیشتر از فرزندش در کنارش بودم. باش رفتیم اونجا، ایشون در آبادان و اینا که رفت، در خوزستان که رفتیم، تحقیقات کرد اینا، یهو در آورد که بابا اینا همه اسماسمایی که دادن، سه تا چهار تا تو تهران گرفتن، اینا همه علکیه، کار گروه منصورون هست. گروه منصورون که حالا بهت میگم. بعد یک نامه زود نوشت برای خمینی، نمیدونم تلگرام بخوام می‌خواستیم بکنیم، شد نشد. اینا گفتیم آقا زود پس بریم تهران، بریم قم کار رو حل کنیم. ما سوار شدیم اون موقع هم که هواپیما فلان اتوبوس سوار شدیم، اتوبوس با اتوبوس آمدیم تهران. تا رسیدیم تهران دیدیم اون حسینی که اولی مبلی نه همه رو اعدام کردن، چهار نفر گفت اینا سینما رکس بود. آقا اینا نبود. حالا گروه منصورون که گروه منصورون، اول اسمش هست ارتش انقلابی خلق مسلمان عرب. این عربو بعدا برداشت، ولی عرب داشت. بنیان گذارش که آره، اولیایی که درگیر میشن و یک سری کشته میشن و کار تروریستی میکنن اینا، علی شمخانی، همین محسن رضایی، محسن رضایی و غلام علی رشید. البته غلام علی رشید اسمش مستعاره. و بعد ببینید اینها هر ستاشون در بالاترین پست‌های حکومتی بوده و هستند و خواهند بود. یعنی شورای امنیت ملی که امنیت کشور دست علی شمخانی است، قبل اون دست روحانی بود، اینا دوتا با هم رفیقه. بعد قرارگاه خاتم الانبیا، تمام نیروهای نظامی، انتظامی، هوایی، دریایی، تمام زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا است. رئیسش که یکی از همین ستا برادر، ستا رفیق، غلام علی رشید. محسن رضایی که محسن رضایی از اول میشه رئیس سپاه، فرمانده سپاه، همونجور میاد بالا رو همه اینا هم حرفه. بعد این ده نفر دیگه هم که میبینین اینا هم همه عضو همین گروه بودن، بالاترین پستا رو داشته و دارن. دو سه تاشون که توشون پیدا شد با اینا موافق نبودن، اینا رو زدن کشتن. و اینها همه بعثی بودن، ضد ایرانی بودن، تا الان هم ضد ایرانی هستن، تا الان هم هستن. الان سنده که من میخوام به شما بدم مال سیاوش اوستا نیست، من خودم میگم سند مال خود افراد رژیمه. مثلا همون کاری که با سینما رکس کردن، سینما رکس میشه یک سمبل، یک نمونه برای که ایرانیت رو از بین ببرن و عربیت رو و
و اهداف عربی که تجزیه ایران هست. هدف تجزیه ایران. اینا هم در این راسته کار میکنن. دنبال بکنن. دیگه اینا حرفایی که خود رژیم میزنن. من نمیگم که من دارم میگم. خود رژیم. مثلا شما در نظر بگیرین هواپیمای اوکراینی. هواپیمای اوکراینی رو مونده بودم کی زده چی زده نزده کی زده. یوس روحانی اومد گفت اشاره کرد چون دید میخوان بگیرنش و بعد از کار فرانش کنن اینا اشاره کرد که آقا چه کاری کردید آخه یعنی شما کردید باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی این روحانی گفت. ظریف اومد علنا گفت. حتی ظریف میدونید چی گفت؟ ظریف جای گفته بود آقا من وزیر امور خارجم، به من میگن با طالبان مذاکره کن اینا تو ایران قدرت بده. شورای امنیت ملی میگه ما آبروی دولت رو بردیم بی‌اعتبار اینا مردم رو آقای دکتر ناامید میکنه از منتخبان خودش. من ظهر جمعه چهارشنبه صبح دارین راجع به اوکراینی صحبت میکنم. چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه سحرگاه. من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بود عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس کرد. جلسه 4 نفر 5 نفر بود، دبیر شورای امنیت بود، وزیر راه بود، رئیس ستاد کل بود و بنده. یعنی دو نظامی محترم و دو غیر نظامی محترم. بله. همین بود. من که اینو گفتم انگار من کفر ابلیس گفتم. آقای دکتر بعد از ظهر پنجشنبه من فهمیده بودم اینو. نه، همه حدس می‌زدن. من رفتم اونجا گفتم آقا گفتن نه. یعنی چی؟ البته همکاراشون بودن، همکارای آقای شمخانی اینا بود. ولی من اطاعت شورای امنیت ملی رو بگم یا بود استعفا بدم بیام بیرون. یعنی ظریف داره میگه اگه طالبان رو آوردیم ایران قدرت دادیم بهشون، خواست عربستان سعودی بود و خواست حزب بعث بود. به نمایندگیش کی عمل کرد؟ رئیس شورای امنیت ملی ایران علی شمخانی. همین که با لباس عربی پوشیدنم افتخار میکنه جلو شاه ملک سعودی هم با رکوع میره گردنبند طلا میگیره، بچهش برادراش برادرزاده هاش او در روسیه خلیج فارس عربستان همه جا مشغول بیزنس کار، اصلا سازمان کشتیرانی آمیرال آدمیرال خودش دیگه، سازمان کشتیرانی ما با میلیون ها دلار هزینه سرمایه‌گذاری شده که سالی میگن 10 میلیون دلار سودش بوده چند وقت پیش. بعد یکی از فامیله برادرش بچه برادرش توی سفارت روسیه کار میکنه، یکی دیگه اصلا تو روسیه هست. یعنی همون خط اتحاد جماهیر شوروی، حزب بعث عراق، عربستان سعودی، انگلیس. چون یادتون نره همیشه گفتم تأکید کردم بازم میکنم که حزب بعث عراق سوسیالیست است، ولی یادتون نره روسیه چه قدیمش که شوروی بود چه الان متحد انگلستانه، یعنی اینا با هم یکی هم. روسیه اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی بس. برای همینه که شما ببینید الان هر چی تو ایران میشه بدبختی ایران کردن فاحشه خونه، عربا میان اونجا فحشه میکنن. آقای شمخانی افتخار میکنه به عربیت خودش، افتخار میکنه. این 3 نفر که پای گذار هستن 3 نفرشون هم خوزستانی هن. این یارو خودش به لورا میچسبونه، محسن رضایی که بچه خودش هم کشته، اینا 3 تاشون که میبینید این 3 تا دستفول، اهواز، خرمشهر به دنیا اومدن.
پان عربیستن. بعد از اون طرف اینم دیگه باز من نمیگم، خود اینا میگن تمام این اپوزیسیونی که تو خارج از کشور هست تو داخل سر صدا را میندازن، همه اونا شورای امنیت ملی. یعنی یا تو نره وزارت اطلاعات هم زیر نظر شورای امنیت ملیه میگردونه. این گروه های تجزیه طلب را افتادن، دو نفر سه نفرن، من چند اینا رو میشناسم، باهاشون رفیق بودم قبلی که کاری بشن، رفیقشون رفیق بودیم. یارو به جان تو برای 100 فرانک کتاب تصحیح میکرد دکترا برای آدما، یا برای 100 فرانک یک مقاله میشد در هر موردی میخواستی، یعنی اجاره ای اجارهش میکردی، حالا دکتر هم امکان داره شد. اینجور آدم هن اینا، اینا نرفتن تو بانده تجزیه طلبی، همه هم پول عربستان سعودی. ولی از اون طرف چون شورای امنیت ملی شمخالی به همه اینا نظارت داره، بعد 98 قتل عام، نه آبان 98 قتل عام کاریوینه، اینا من نمیگم، آقای محمود صادقی قبلا هم اینا رو براتون پخش کردم، ولی دوباره پخش کنم که ببینید و بفهمید. آقای صادقی است نماینده مجلسه، ایشون قبلا آخوند بوده، از لباس الان اومده بیرون و تو سیستمه، تو رژیمه، یعنی رژیمه. ببینید چی میگه، میگه شمخانی میزد میکش، ما گفتم آقا نزن نکش اینا ملت، یا گفت نه من میزنم، حالا یه مجبور کنم یه چیز دیگه دیگه. من به آقای شمخانی اون روز هم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواد بگوهن ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم. شرم بر ما، شرم بر ما، شرم بر ما که ریخته شدن خونه، حالا این جمعه من که روش خیلی حساس بودم، تاریخ شده ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست غلط اقتصادی ما هیچ امیدی به آینده ندارن رو هجامت نظام تلقی میکنیم. شرم بر ما که با ریخته شدن خون مردم اسلام شرم میخوام نظام امنیت. حالا برای هواپیمای اوکراینی هم وقتی که روحانی میدونه میگه ها، بعد سلامی مجبور میشه، بعد قبل از اون البته بهتون بگم، قبل از اون حسن اسدی لاری مشاور روحانیه، اون میگه شخصیت های بالای خود رژیمه، میگه آقا سلامی اومده تو خونه من به من میگه ما این هواپیما رو زدیم که جنگ نشه، بچه های شما شهید هستن فلان، این بنده خدا میره میگه ما واقعا به این چه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند. میخواستم بزنم رو که بنزن گردن آمریکا. آقا خصوصی باشی اینا پیش خودت بمونه، ولی این وقتی این اومد گفت، اون اومد گفت، این اومد گفت، آقای حسام الدین آشنا، حسام الدین آشنا، اینا دیگه همه رو من نمیتونم اینجا پخش کنم، صداشون همه هست. حسام الدین آشنا آقا مشاور رئیس جمهور بوده خود رژیمه، ایشون نه تنها اینو میگه بلکه میگه که شمخانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی خیلی از کارا رو این داری میکنه. اصلا ما هم اگه تو دولت هستیم میدان، وقتی که ظریف میگه میدان تصمیم میگیر، میدان میدان میگه، همین میدان یعنی که یعنی پاسدارا سپاهیا، و الان رئیس کل همه اینا آقای شمخانی است دیگه، داره بیاد مطرح میکنه. حتی طالبان رو که در ایران قدرت دادن، ظریف اومد گفت دیگه، اینو ظریف گفت، طالبان گفت آقا ما مطیع شورای امنیت ملی بودیم، شورای امنیت ملی گفت اینا رو بیار تهران فلان کن، به شرایط براشون رفتیم. بعد نگاه کنید این عکسو، تو این عکس شما دارید میبینید هواپیما نشستن، شمخانی رئیس، بقیه معلوم نوچن رو جور نشستن، حتی قانه اینجور نشسته، این نوچن نشستن، رئیس شمخانیه، منصورون رفیق صدام حسین، حزب بس، سینما رکس آبادان، نقشه هم که میبینین روشه، این نقشه نقشه افغانستانه، اونم هم رفیقش و فلا اینا، نقشه افغانستان دارن میرن که افغانستان رو بدن دست طالبان. بارسدیت با ایران، ایرانیتی در خط بعث، در خط استعمار نوینه، در خط سعودیست، انگلیس، روسیاست، گلوبالیسمه. عربستان سعودی، من پیش از این براتون بحث کردم، درود دارم با آقای دکتر منوچهر رازمارا، دوست نازنینم، با قبلا با ایشون مصاحبه کردیم، ایشون میگفت که ما رفته بودیم با آقای بختیار عربستان سعودی، وقتی میخواستیم برگردیم تو هتلمون رفتیم دیگه، شب آخر بود، دیدیم بعد هر کسی یک سامسونت گذاشتن کنار لباسا، گفتیم خدای سامسونت چه وان کردیم، دیدیم پول دلار
به آدم های معمولی هر کدوم 250,000 دلار داده بودن، به خود آقای بختیار یک شمس، آقای دکتر رزماره میگه دوست صمیمی وفادار دکتر شاپور بختیار و و و و و عربستان سعودی رسم میشینه، رسم میشینه پول میده، پول زیاد داره میده، به ترامپ داد، به اینجا برید شما فرانسه که میرن اونجا میده همونجور و همون نمیده. شامخانی هم وقتی وزیر دفاع بوده با اربابای اولیه چون حزب منصورین و حزب هم نبوده تو یه گروه همین گروه من تروریستی منصورون که درست گفتن برای تجزیه خوزستان زمان شاه یه دیرم میکشن یه دم اخوچون کشته میشه، یه گروه مسلحه، عملیاتی که اینا انجام میدن، کشتهایی که میدن همین گروه از سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق بیشتره. بعد اینا میرن چیکار میکنن؟ جدا از اینکه سپاه پاسداران اینا تشکیل میدن، سازمان مجاهدین هم اینا تشکیل میدن. این مجاهدین که میگم همش به شما بدونین، سازمان مجاهدین با این مجاهدین خلق فرق میکنه. این سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که اینا همین حزب منصورون علی شمخانی و رفیقاش با 7 گروه دیگه درست کردن، شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد بعدن که اون درگیری با زمان احمدی نژاد پیش اومد و 88 اینا که یه ایده مثل رؤساشون مثل بهزاد نبوی اینا رو گرفتن انداختن زندان، همین تصفیه رو علی شمخانی کرد، رفیقاش رفیقایی که مال منصورون خودش و ارتش خلق مسلمان عرب نبودن انداخت زندان و بیرون کردن. شمخانی هم اونجا موند با تمام رفیقاش، با تمام رفیقاش اونجا موند. بعد از نظر مالی این فکر نکنید خب برید تو ایران تحقیق کنید دزدی تو ایران چی نکرده، ولی میلیون میلیون میلیارد مینداد عربستان سعودی بینا داده برای بچهش که کمپانی زده خارج و غیره و غیره. یارو امام جمعه رئیس همه کاری لواسان بود، عضو کجا بود؟ عضو مجلس خبرگانشان بود. سید مهدی صدر ساداتی، سید مهدی صدر ساداتی آیت الله عضو مجلس خبرگان اومد افشا کرد، گفت اینا اومدن تو لواسان بچه شمخانی داره کاخ میسازه میفروشه به همین اون کاخ و چه کردن چه کردن چه کردن که بعد دخترش، دختر علی شمخانی و شوهرش که میشه دامادش، تمامی خونهای لواسان اینا ساختن و میلیاردها دلار توش سود و منفعت و و و و و و, و. آخه عربستان سعودی پول که میده پول همجوری که نمیده، شرکت میزنی بیزنس میزنی میده، مثلا یاسر پسر رفسنجانی این بیزنسش تو عربستان سعودی بود، بیزنسش تو عربستان سعودی بود، اونجا بیلدینگ میساخت ساختون میساخت و اینا. بعد بعدا اصلا شایع کردن که یاسر یک زنم رفته تو عربستان سعودی بهش دادن. این هم رسمش هست که عربستان سعودی همچنان که به پسر رفیق حریری سعد حریری زن دادن، زن میده بهت، بچه دارم میشی و زن بچه دارم میشه، توی عشق بچه هایی که داری، عشق پولم که داری، عشق قدرتم که داری، میشی نوکر بیگان. حالا علی شمخانی هم اینطور که میگن در عربستان سعودی زن داره، ولی الان مدتی روی درگیره نمیتونه حتما به عربستان سعودی، میره دبی، زنش هم میره دبی دیگه. از همه طرف اینا دارن میخورن مملکت ایران کرده، برای همین که شما ایران تو تا نگاه هر جاشی که نگاه میکنی، آقا یه بچه های کوچولو خورده رو بهتون بگم، اینا رد میاد خود یه تله میذاره، تله میذاره بعد میزنه میکشه، که ایران همیشه تو دنیا تروریست و بدبخت و جنایتکار و فلان باشه. سعید امامی رو میدونین چرا کشتن؟ سعید امامی قاتل میگفتن بوده، برعه به نامش افتاد دیگه، زنش اومد بازجویی داد اینا. الان هم که اکبر اومده، اکبر خوش بوده تا صحبت میکنه، او سعید امامی داشت شعار میداد ایران مال همه ایرانی ها، همه ایرانی برگردن ایران. خب نمیخوام برگرد ایران، آقای تمام قتل زنجیری ای کرده، بعد تله میذارن دیگه، مثل که تله گذاشته بود شمخانی وحید حقانیان رو سرداره که تو خونه خامنه‌ای بود، 2 ماه زندانی، بازجویی، تله میذاره. تله چیه؟ مثلا مثل فخریزاد، مثلا تله میذاره مثلا توی خونه یه فاحشه کسی رو پرستو میرن یارو میمونه، بعد یارو میگه بابا تو چرا برای علی خامنه‌ای مرتی که کار میکنه اینا این کار میکنه تو فلان فلان، یارو شروع میکنه میگه آره با این مرتی که ولش کنی که ادب نیست که ما اصلا ادب حسابش نمیکنیم فلان اینا، بعد ثبت میکنه میرم پیش خامنه‌ای میگم بابا این لغای فخریزاد بزن بکشمش مرتی که رو فخریزاد میذاره بکشن. بعد خود علوی وزیر اطلاعاتش میگه آقا ما میدونستیم که میخواد کشته بشه، چون میخواد کشته بشه،
گفتینم خبر دادید شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات دو ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. پنج روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری‌زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم، که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه، این اتفاق با کمال تأسف. حالا او کسی که عملیات رو اصلا برنامه‌ریزی اصلیش کرده امیر علی شمخانی، خود این هم میره اعتراف میکنه، ولی ببینین همچی به پت و پت میفته، ول 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 میکنه. آقا تو شورای امنیت ملی، تو از تو خانه این فلان رئیس جمهور میگه تو خارج از کشور وزیر آبدارچی فلان جا خبر داری؟ خبر داری که حسن نقی، محمد تقی، حسین علی دیروز چی خورده؟ تو خبر داری که کی اومده رفته شانزلیزه خانه ایران از پلاش رفته بالا؟ خبر داری؟ بهت خبر دادن، خودت میگه خبر داری که فخری زاده میخوان بکشنش، کار نکردی؟ خب برنامه ترورش ریخته بودی دیگه، بعد هم رفتی به خامنه‌ای گفته بودی آقا این زدشون شده. سیستم های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش بینی کرده بودن. میخوام بگم که دستگاه سیستم های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت میگیره. دقیقاً مثل کاری که برای سلیمانی کردن. سلیمانی روزی که اومد گفت من میرم آقای روحانی، چون روحانی یک حرفی زده بود تو رابطه کارهای عملیاتی این و اینا، هم خوشحال شده بود، ولی خب یکمی چیز بود دیگه، خنگم بود. من گفتم چند بار بهش گفتم ساده لو یو مای گو آقای روحانی من میایم دست شما رو میبوسم. چای رو گفت من همینجا توی برنامه باز به شما با یک قبل گفته بودم این میخوام بکشن و فلان. چایی رو گفت، گفتم دیگه این خامنه امضا کرد حکم اعدام میره. چون گفت من آقا میخوام بیام دست روحانی رو بکشم. روحانی که گفته این منقلی تریاکی، چون یادتون نره درگیری های جنگ داخلی بین خودشون هست، همچنان که همین شمخانی آدم های بسیاری رو این سربنیست کرده، زده کشته. مثلا از جمله که شناس آقای احمد متوسلیان، احمد متوسلیان یکی از قهرمانان جنگ خرمشهر که آزاد میشه نقش بسیار مهمی داره. احمد متوسلیان مسئله خرمشهر در حال حاضر به عنوان شریان مرگ و زندگی برای عراق مطرحه و برای ما به عنوان حیات سیاسی. اگر قانون شهر سقوط بکنه، پایه‌های حکومت صدام در هم خواهد شکست و ملت اون رو یک لحظه دیگه سر کار نخواهند گذاشت. یه احمد متوسلیان تا جریان اسرائیل و لبنان پیش میاد، این با یه تیمی رفیق دوستین هم توشون بودن، اینا پاشیدن اومدن لبنان. همون موقعی بود که من بعد روش را لبنان فرار کردم، چون همین سلامتیان من دیدمش باش، خیلی بچه خوبی هم بود، با من بحث خیلی میکرد، من نمیدونستم کیه. من فکر میکردم که مثلا گفت دانشجو، من اومدم اینجا زبان عربی یاد بگیرم اینا. بعد بعدن که غیب شد و فلان اینا دیدم از اینا بود. اینا اونجا احمد متوسلیان همه اینو گفتن، یه قهرمان جنگ. این وقتی که میره اونجا یه مدتی هست، این شمخانی چون داره زمینه رو میذاره که قدرت تمام قدرت نظامی دست خودش باشه، خیلی از آدم‌ها رو مثل کاظم و فلان که کشته شدن همه این همین سلامتی هم بوده. این آقایی که حرف میزنه فرمانده خودش بسیج و سپاهه، داره میگم به ما گفتن که آره این شمخانی آمده
اونجا تو سوریه و گفته خیلی خوب این احمد است که یک دندان کرم خورده ای بود، ما کندی منداختیم شده خودشون داریم. یعنی ترور در حد بالای اونا رو از همون قدیم تا همین الان، اکثر ترورایی که می‌بینید انجام میشه با همین معادلات چند میلیون دلار یا میاد یا نمیاد، حزب بس عربستان سعودی انگلیس روسیه فلان اینا، اما شاهبخانی داره کارش انجام میده. گوش کنین اینا. آقای قزلباری یه پی دی اف رو دیدم، خیانت به فرمانده. شما اومدید دست گذاشتید و انگشت اتهامو گرفتید به سمت آقای محسن رضایی و این بار به طور مشخص آقای علی شاهبخانی کردن دلیلش رو یادم. خب چرا این کارو می‌کنید؟ من یکی از دوستان اطلاعات عملیات سپاه که همراه حاج احمد متواصلیون سال 61 رفته بودن به سوریه، ایشون برای من تعریف کرد ماجرایی که اون آقای انشین پاشد اومد سوریه. اونجا تو جلسه ای که با بعضی بچه ها برگزار کرد عنوان کرد که احمد متواصلیون دندان کرم خورده ای بود که ما او رو کندی منداختیم دور و دیگه کسی ماجراش و قصهش رو دنبال نکنه. حالا سلامی اومد قاطع دیگه همینو میگه، آقا فرمانده سپاه مرتی که وقتی دید همه دارن میگن و همه جای آبروریزی شده و همه فهمیدن، بعدم اینا همه نوکرای شمخانی هن، شمخانی رئیس این هست، شمخانی بر علی خامنه ای هم حکومت میکنه، حتی یه حاجی زاده هم میخواستن ترتیب شو بدن که مشتبه جونش نجات داد تو جهمی و پای اوکراینی. یکی از اهداف این بود که حاجی زاده چون از آدمای هست که تو باند شمخانی خود نابودش کرد، آمد استعفا بده، مشتابش گفت نه تو استعفا نده، بشین سر جات باش که وایساد. اینم استعفا داده بود رفته و چند بار می‌خواستن بکشنش. حالا سلامی خودش داره میگه، میگه آقا ما زدیم یه هواپیما اوکراینی، بچهای مردم جوانای رعنا رو کشتیم که آمریکا به ما حمله کنه. همون خطه یادت نره، خطه چی؟ سینما رکس. سینما رکس و شمخانی، محسن رضایی و رشید، غلام علی رشید، اینا آتیش میزنن که چی بشه؟ که بگن شاه آتیش زده. میدونی نقش بسیار مؤثری در سقوط شاه آتش سوزی سینما رکس آبادان داشت؟ همه این کاره هم که کرده علی شمخانی توی سالها، اونجا بمب بذار، اونجا آتیش بذار، اونجا ایر بکش، اینجا بکش، نقش مهم و مؤثری داشته در نابودی ایران. دجان باید به گونه ای عمل میکردیم که تصفر دشمن در اکسون عمل را فرو میپاشندیم. ما میخواهیم از یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیری کنیم. این شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. دیدی؟ این غلام علی رشید اسم اصلیش هست رشید علی نور، تو دسفول به دنیا اومده مثلا اینا. که اسما اینا هم درست نیست، مثلا اسم محسن رضایی میدونی که سبزواره قائد ماعد سبزوار، مثلا رضایی نبوده، محسن رضایی. این اصلا اول چریک و جاسوس و فلان، تا الان هم هر کاری که آقا بچه خودشون کشتن دیگه، حالا چه برسه رفقاشون که میزنن میکشن برای اینکه اهدافشون رو پیش ببرن. و همون پلوتیک و سیاست سینما رکس آبادان. یکی دیگه از موارد که خیلی مهمه، اینا کمک کردن به صدام حسین، خیلی مسئله مهمه، من نمیتونم توی برنامه بگم، باید برید بگردید مطالعه کنید، تحقیق کنید. کربلا یه چاره، تمام بچه‌های جنگ کربلا چار میشناسن، تمام نظامیا کربلا چار میشناسن. تو کربلا چار 4000 نفر از بهترین جوانان نازنین ما نابود میشن، یک عده که کشته میشن جسدشون هست، یه عده اصلا نابود میشن. 4000 نفر، تازه 3900 تا 1000 تا 5000 نفر، 5000 نفر. این را اخیران خود این خوله محسین رضایی از دنش در رفت، آمد گفت ها ما این کار خودمون بود کردیم که رژیم بندازیم تو تله، فرداش یه جور دیگه حمله کنیم، کربلای پنج بریم. اه؟ 5 دانه برای مکشتن دادی برای. بعد این که اصلا افسانه داره که از مصر گرفته تا اروپا، همه جا صحبت چی میکنن که آقا کربلای 4 رو که عراق میاد سرکوب میکنه، پایگاه قواسا رو میزنه، بعد
5000 نفر رو نابود میکنه، یک دیر میگه اسیر پاره میکنه، بچهای تو 5000 آقا از قبل اصلا میدونسته رئیس گردان صدام حسین همون روز که عملیات میخوان بکنن این میره سرش اسلام میکنه شب میره مهمونی، چون میدونستی اینا میخوان از کجا کی چه ساعت حمله کنن و اینا رو زدن همه رو زدن کشتن. خود حسین رضایی هم اعتراف میکنه به این قضیه، یه 5000 نفر که این گروه منصورون زدن کشتن کربلای 4 اینه که دیگه نمیتونن بگن ما کاری کردیم به پای آمریکا بندازیم به پای اسرائیل بندازیم، بچه های مردم خود ما رو بکشتن دادن از قبل اینا خط، چون صدام حسین رئیس این هست بوده و هست. یادتون نره بچه ها اینو خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، بارها گفتم بازم میگم گوش کنید، عراق 70% بیشتر شیعه، 30% هست که زرتشتیان ایزدی دروزن و مسیحیان و خیلی کم یهودیان و سنی، 70% چی هست؟ همه اونایی که در جنگ ایران عراق جنگیدن شیعه بودن، شیعه بودن. این استاد علی تهرانی و خانمش خواهر خامنه‌ای و اینا عراق که رفته بودن فرار کرده بودن عراق بودن، من اینجا نام های اینا رو از ایران و علی ورکی میمد میرسوندم کوهشون میکردم چیزی میخواستن میفرستن براشون اینا، یکی سی میمد دفتر شانزلیزه من اینا رو میبرد، هر وقت که هر کی میمد گفتم اسمت چیه، از سفارت عراق میمد زمان صدام حسین گفتم تو اسمت چیه، علی گیلانی، حتی بار یه اسمش گیلانی بود، تو اسمت چیه، علی صالح، علی محمد، اسم تو چیه، سجاد زین العابدین. بعد من گفتم شما که همتون شیعه ای، گفت پس چی، ما شیعه، گفتم خمینی چی میگه، گفت ما همه شیعه هستیم مرو میکشه، ما همه شیعه هستیم، یعنی اون مملکت شیعه از همه اون صدامیایی که با ما جنگیدن ما رو داغون کرده، فکر نکنید شمخانی فقط اون بالا نشسته و گروهش. آقا خود مردم عراق بدبخت و بیچارهایی که با ما جنگیدن توی سالها، ما الان دوباره میگم هفته پیش هر روز بهت بگم، ما الان بچه های جنگ خودمون نون شب که سهله دواشون رو نمیتونن بگیرن، دوا دارو، ولی اونجا عراق حقوق ماهیانه دلار همه دارن دلار، این مقتدا صدر هم از عربستان سعودی آره میگیرم، چون مقتدا صدر شد دیگه رئیس شیعیان، اصلا اصلا قدیم با صدام حسین بود با عربستان سعودی بود، اصلا با ایران نیست، مسخره میکرده میکنه خامنه ای رو، این مقتدا صدر درست مثل همه اینا که الان مسخره میکردن خامنه ای رو، همه آیت اللهی که بهشون داره پول میده، خود من شاهد بودم وقتی ایران شهر تبعید بود، همه آیت الله از مکارم شیرازی شما بگیر تا مصباح یزدی که مرد و جنتی و اینا همه جنتی، میگفت این علی خامنه‌ای وهابی از سعودیا پول میگیره، مارکسیست و مزدور اوناست، علیه علی شریعتی که اعلامی میدادن، بعد میگفت این اصلا همین خامنه‌ای رو، خب اینا همه بالاترین پست ها رو الان گرفتن بالاترین میکنن و هر کدومش میخواد میکنه، بچه خود خامنه‌ای میثم رو بازداشتش میخوان، میگن آها تله براش میذارن چون میخوان زمرم براش تله بذارن، آمد نیوز رو میگن تو خبر داده آقای خامنه‌ای این پسرت خبر داده به زن، باید ببریم بازجویش کنیم، اونا ببرن بازجویی میکنن، بچه خود چه زده خودش میکنن بلاد، از اون طرف اینا ذکاوت شوروی کاجبه یه حزب بس عراقه، تا الان موفق شدن ایران ما رو نابود کردن، تا الان موفق شدن ایران ما رو نابودش کردن، چون در رأس حکومت ایران حزب بس داره حکومت میکنه، نخواد بخواد نوکر همه شون شدن بازیچه منصورون، منصور تمام این جنایت ها در ضدیت با ایران اهورایی، در ضدیت با سربلندی ایران، ایران 7700 ساله در راستای خدمت به تازیان، کسی که حزب منصورون درست میکنه، گروه هک 4 نفر منصورون و ارتش انقلابی خلق مسلمان عرب، و تا الان منصورون، همین منصورون به شما بگم آخرین اعلامیه که منصورون داد تو انتخابات ریاست جمهوری بود برای محسن رضایی داد، این محسن رضایی آدم ابلهشه، این کلی مغز متفکر اینا همین علی شمخانیه، اینا دیگه همه نوچاشن، شما تو عکس هم میتونید ببینید، تو همه عکسایی که هست من نشون دادم امروز و بقیه عکس ها وقتی که نگاه کنید میبینید علی شمخانی و زرنگه، اینا دیگه همه نوچن، حتی همین سلامه که شما میبینید رئیس سپاه شده مگه پخیه،
بعد تازه اینا یک سری افراد مثل صفوی، رحیم صفوی، جعفری، شاچراغی، همین حاجی زاده، یک سری دیگه اینا هستن که این نتونسته توی چتر خودش بیره، توی نوکری خودش، اینا تا چند وقت دیگه یکی یکی مثل بقیه. شما ببینید چقدر کشته شد از سردار کشته خانش. اسنادی که امروز به شما ارائه کردم نتیجه پژوهش‌های دیرین سیاوش اوستاست. من برای یک برنامه شما خیلی نیرو میذارم، تحقیق، پژوهش، فکر، اندیشه، شب خوابم بیدارم، بیدار میشم، بعد میمینار میرزم به شما میدم. قدرشو بدونید، به همه برسونید، منتقلش کنید، بدونید که ایران سربلند آنگاه خواهد بود که تو اینایی که من گفتم شعور و آگاهی پیدا بکنی، که بدونی همه اپوزیسیون ها علکی زیر دست شمخانی، شمخانیاتون رو بریم ببینید چقدر تجلیل از بنی صدر میگرد. بنی صدر که نظامش میگه باش مخالفه که بیرونش کردن، یادش میکرد. از آن بقیه رو همینجوره، همه تو دستش، بازی ها رو میچرخونه. حزب منصورون، نه حزب گروه ها که منصورون، چرا؟ چون ارتش، نظام، سیستم حکومتی اصلش چی؟ این وزارت های اطلاعات و فلان، علوی تباری که ننش گفته فاطمه زهرا بیاد بلا 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 بلا، این همه آلت و بازیچه هستن، همه شون هم مثل سگ میترسن از شورای امنیت ملیشون. فقط من اینهایی که شجاعت داشتن اومدن صحبت کردن، حرف زدن و افشا کردن این موارد رو، من تجلیل میکنم از اینها خاطر که او حمله نکنه. مثل که همه کار دیگه شون همینه، ما اوی کاری میکنیم که او حمله نکنه، ما اوی کاری میکنیم، ما اونجا رو آتیش میزنیم، ما جنگل ها رو میسوزونیم که بگیم امریکایی ها کردن، ما سینما رکس رو آتیش میزنیم که بگیم ساواکی ها کردن، چون موفق بود. بعد از اونجا تا الان همین رفته برنامه، برنامه اینه و همه رو تو دست خودشون دارن. درود دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره، دبیر کل این پایگاه خرد و اندیشه آریایی. بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همین تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقد به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی،
شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور هنرپیشه مشهور جهانی صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.